رسیدیم به سخت‌ترین فصل کتاب، ولی راحته. میخوایم جمع‌بندی طور و کامل براتون بگیم فصل 14 چی داره چی نداره، اصلا کدوم قسمتش مهمه. حالا بگم نوار قلب از همه جا مهمتره. بریم جلو. آقا فصل 14 همینجا شروع کردیم با دیواره قلب. ببین سریع وارد دیواره قلب شدیم بدون هیچ مثلا اتلاف. حالا بریم شروع کنیم نمیدونم قلب چیست، از چه چیزی تشکیل شده است، آیا قلب انسان با دستگاه تنفس چه فرقی دارد، چه تفاوت، اصلا اینا هیچی بذار کنار، بریم سراغ جمع‌بندی. دیواره قلب ما چند بخش داره؟ درون شامه، ماهیچه قلب، برون شامه، پیراشامه. ببین داخلی ترین بخش قلب، لایه قلب، میشه درون شامه یا آندوکارد. از چه جنسیه؟ بافت پوششی سنگ فرشی تک لایه، نازک، در تماس با خون و در تشکیل دریچه‌های قلب نقش داره، یعنی باعث تشکیل دریچه میشه. دوم میشه ماهیچه قلب. بچه‌ها این نازک‌ترینه، این ضخیم‌ترینه، شامل ماهیچه‌های قلبه که قبلا گفتیم ماهیچه قلبی چیه. بین اینا بافت پیوندی متراکم هم وجود داره که به کلاژنشون وصلن. بافت پیوندی هم در استحکام اونها نقش داره، در استحکام چی؟ دریچه‌ها. بچه ها داره سلای عصبی شبکه هادی هم هست. ببین پروپیمونه ماهیچه قلب. اما برون شامه میشه خارجی ترین لایه قلب، بیرونی ترین لایه، در تماس با مایه آبشامه‌ای قرار داره. آقا مایه آبشامه‌ای چیه؟ مایه‌ای که از قلب محافظت میکنه، مایه‌ای که سبب حفاظت از قلب میشه و باعث میشه قلب ما فعالیتش رو ادامه بده و بره جلو و عالی. البته ادامه دادن فعالیت قلب، بچه‌ها یه چیزی از همینجا بگم، قلب تحریک خود به خودی داره، یعنی خودش رو منقبض میکنه به واسطه شبکه هادی، جلوتر میگم. این مایع آبشامه‌ای در حفظ به اصطلاح محل قرارگیری و جلوگیری از ضربه خوردن قلب نقش داره. بچه‌ها برون شامه بافت پیوندی متراکم هم داره، بافت پوششی هم که داشت. این برون شامه ما میاد روی خودش برمیگرده، خیلی جالبه، رو خودش برمیگرده و پیراشامه رو میسازه. پس برون شامه و پیراشامه لازم بافتی شبیه همن، یعنی اینم در تماس با مایع آبشامه‌ای، بافت پوششی سنگ فرشی داره، بافت پیوندی متراکم هم داره و احتمالاً توی هر دوتا بافت چربی هم دیده میشه. خب حالا میخوام انیمیشنی نشون بدم. اینا رو متوجه شدیم، این متن و اینا مهم بود، حالا بریم انیمیشنی ببینیم. آقا اینجا خون. بچه ها اولین لایهی که میبینیم داخلی ترین لایه قبل چی بود؟ درون شامه. بعدش چی رو میبینیم؟ بعدش بافت پیوندی رو میبینیم، بعدش ماهیچه قلب رو میبینیم، بعدش برون شامه رو میبینیم و مایه آبشامه یا پیراشامه. این شو چیزی که ما خوندیم الان. حالا بافتاشو میخوام برات بیارم. ببین پیراشامه بافت پوششی سنگ فرشی ساده به اضافه بافت پیوندی متراکم داره. مایه آبشامه این که مایه است دیگه. بافت چربی هم احتمالا این داره. دقیقاً بچه‌ها پیراشامه مثل برونشامه بافتاشو شبیه همه، چون این هم دیگه روی هم پیش خورده. ماهیچه قلب از سلول‌های ماهیچه قلب تشکیل شده، یعنی سلول‌های ماهیچه‌ای و بافت پیوندی متراکم. اما نکته جالبش اینجاست که دستگاه عصبی و شبکه هادی رو هم اینجا ما میبینیم. توی بافت پوششی که توی اینجا میبینیم بچه ها، ماهیچه قلب بافت پوششی به اون صورتی توی ساختار خودش نداره، ولی خب بخوایم یه ذره دقیق‌تر ببینیمش، بالاخره این ماهیچه قلب ماهیچه هست دیگه، ماهیچه هم نیاز به خون رسانی داره و رکابش خون میرسونن و حالا اتفاقاتی میفته که اونجا میتونیم بگیم توی خود رگ ما بافت پوششی داریم، اما تو خود ساختار ماهیچه قلب ما ماهیچه، بافت پیوندی و بافت عصبی داریم. در تماس با این بچه‌ها ما چی داریم؟ بافت درون شامه رو داریم که درون شامه از بافت پوششی سنگ فرشی خیلی نازک و دیگه چی تشکیل شده؟ ببین بافت پوششی سنگ فرشی ساده که داره، همراهش قشای پایی هم داره و زیرش هم بافت پیوندی قرار گرفته که این عامل اتصال پوششی سنگ فرشی ساده یا همون بافت درون شامه به ماهیچه قلبه. پس ببین بافت پوششی مهمه که بافت پیوندی پشت بافت پوششی قرار گرفته و انگار داره ازش حمایت میکنه. حالا نکته بسیار مهمی که اینجا هست، بافتی که ما اینجا داریم درون شامه در تشکیل دریچه های قلب شرکت میکنه. اینم که درون شامه است، ماهیچه قلب، اسمش هم بیاد، برون شامه، پیراشامه و ساختارهای دیگه‌ای که اینجا می‌بینیم. اما بافت هادی قلب، ببین
بافت هادی قلب که کتاب اومده گفته مطرح کرده، یعنی بافتی که دو گره داره، دسته ای از تارها داره و باعث شروع تحریک و انقباضات قلب میشه. ببین اولین گرهی که ما داریم گره سینوسی دهلیزیه، بعد گره دهلیزی بطنیه. این دوتا گره با رشته ای از تارها به هم وصلن و چیکار میگن؟ اصلا وظیفه اینا چیه؟ وظیفه اینا اینه که قلب رو به انقباض در بیارن. اینا هم پیام انقباض رو انتقال میدن، به همین سادگی. حالا نکته بسیار مهم در مورد گره سینوسی دهلیزی نکات هست. ببین این گره از این بزرگتره اندازش. شروع کننده ضربان ایشونه، به خاطر همین بهش میگن گره ضربان ساز یا پیشاهنگ، و تحریکات رو ارسال میکنه به گره دهلیزی بطنی. گره دهلیزی بطنی محلش توی دیواره پشتی دهلیز راست و در عقب دریچه سلختیه و تحریکات دریافت شده رو فقط به بطن‌ها ارسال میکنه. اینم مهم. حالا میخوایم بریم قلب رو ببینیم. قلب رو ببینیم. نگاه کن، اولین چیزی که ما از قلب باید یاد بگیریم ساختارش. ببین قلب انسان دو دهلیز و دو بطن داره، دهلیزا بالا، بطن‌ها پایین، و به قلب و ساختارهای اطراف و دور اطرافش میگن دستگاه گردش خون تو انسان. بچه ها دهلیزا رو میبینید؟ بطن‌ها، دهلیز راست، دهلیز چپ، بطن راست، بطن چپ. میبینید بچه ها؟ دریچه ها رو دارید میبینید، دریچه های دولختی و سلختی، بین دهلیز راست و بطن راست دریچه سلختی و بین دهلیز چپ و بطن چپ دریچه دولختی قرار داره که از جنس بافت پوششی و بافت پیوندی هم، بافت مایچه‌ای نداره. میبینید بچه ها ساختار قلبو؟ میبینید ماهیچه قلبو؟ همون میوکارد قلبو چقدر زخیمه؟ دریچه های دولختی و سلختی و دولختی. میبینید بچه ها این باز و بسته شدن دریچه های سلختی و دولختی، مخصوصا بسته شدنش، باعث ایجاد صدای اول قلب میشه. صدای دوم قلب و دریچه های سینی ایجاد میکنن که بسته شدنشون باعث ایجاد صدای دوم قلب میشه. قشنگ دیگه داریم واضح میبینیم قلب رو. به دریچه دولختی، دریچه میترال هم گفته میشه، اسم دیگه‌اش. بچه ها میبینید این بسته شدن میتراله، بسته شدن سلختیه، باعث ایجاد صدای اول قلب میشه. کی دریچه ها بسته میشه؟ دریچه های دولختی و سلختی، هنگامی که بگید انقباض بعد میخواد شروع بشه. حالا جلوتر میرسیمش. بچه هم دریچه های سینی هست که دو مدل داره، سینی آورتی و سینی ششی. ماهیچه قلب هم داریم میبینیم که به این صورت قرار گرفته. بچه های ماهیچه های مخطط و غیر ارادی اینا همه اینا که بهش میگم میوکاردیوم یا همون میوکارد. بچه ها زنش قلب رو میبینید، ضربانش رو میبینید، منقبض شدنش رو میبینید. البته ضربانی که میگیم برای داخل رگه، ولی زنش و انقباضات قلب. بچه ها شبکه هادیه یعنی همین. ببین گره سینوسی دهلیزی، گره دهلیزی بطنی و انقباضی که داره رخ میده. ببین پیام انقباض، پیام الکتریکی فوق‌العاده است. این انیمیشن خون روشن تیره رو هم اینجا داریم میبینیم که ترکیب میشه با فصل قبلیتون، فصل 13. خون روشن و خون تیره از دهلیز چپ و بطن چپ خون روشن میگذره، از دهلیز راست و بطن راست خون تیره، و اینا میفرستن به شش، خون روشن میشه برمیگرده و توسط آورت برده میشه به تمام بدن. شش ها رو میبینیم. بچه ها این رگ هایی که داریم اینجا میبینیم سرخ رگ های اکلیلی هن. من که میبینید وسط انیمیشن صحبت نمیکنم، میخوام این درک بکنید این رو. بعضی از قسمت ها دیگه توضیح نمیدم، انیمیشن رو فول ببینید. فقط نکته ای که هست اینه سرخ رگ های اکلیلی سرخ رگ هایی هن که به خود قلب خون میرسونن و اگر بسته بشن باعث سکته میشه. بچه ها نها کنید، قلب ما به همه اندام های بدن، مغز و دست و پا و همه خون رسانی میکنه. بین 60 تا 100 بارم که هر دقیقه این 5 لیتر خون رو ببین
5 لیتر خون تو هر دقیقه این پمپاژ میکنه. میزان برونده قلب در بزرگسالان در حالت استراحت حدود 5 لیتر در دقیقه است که اینجا بهش اشاره کرد، بین 60 تا 100 بار همین انقباضات رو داره که بعد نبض رو میگیرن میگن عددش فلانه، مثلا بعد رو این باشه رو اون باشه، وابسته به اینه که اون نبض هم دقیقاً انقباض بطنی نبض رو ایجاد میکنه. چرا؟ چون هول میده خون رو به سخرگ، سخرگ هم میخواد بره جلو، فشار وارد میکنه و این نبض رو برای ما ایجاد میکنه. و از نبض مهمتر ما فشار خون رو داریم، فشار خون بالا، فشار خون پایین، که این مهمه. فشار خون هم دو نوعه، کمینا و بیشینه. فشار خونی که قلب به سخرگ وارد میکنه میشه بیشینه ماکسیمم. فشار که سخرگ میخواد هنگام استراحت، یه سخرگی باز شده میخواد بیاد وارد کنه به خون، این میشه فشار کمینه که 12 رو 8 مثلا بهترین نوع فشار خون هست. البته بستگی به فردم داره. خب چرخه ضربان قلب، آقا چرخه ضربان قلب 8 ثانیه است. یک استراحت عمومی که از این 8 14 میره برای استراحت عمومی، انقباض دهلیزی میشه 1/10 و سپس انقباض بطنی که 0.3، اینا با هم میشن 0.8 ثانیه کل ضربان و چرخه ضربان قلب رو برای ما تشکیل میداد. در تمامی مراحل دهلیز خونگیری میکنه، اما از اون مهمتر میخوام بهتون بگم، تمام اینا رو براتون آوردم، یعنی جز به جز دقیق ترین اتفاقاتی که توی قلب ما میفته از استراحت عمومی تا انقباض بطنی اینجا هست. بریم ببینیم آقا تو استراحت عمومی چه اتفاقی رخ میده. دریچه‌های دولختی و سه‌لختی بچه‌ها باز میشن. دریچه‌های دولختی سه‌لختی چی میشن؟ باز میشن. خون از دهلیزها به بطن میره و هیچ بخشی هم منقبض نمیشه. دریچه‌های سینی هم بسته میشن. پس صدای دوم قلب اینجا ما میشنویم. بچه‌ها شکلش هم آوردم. خون از دهلیز میره به بطن. توی انقباض دهلیزی که 0.1 ثانیه طول میکشه، دریچه‌های دولختی و سه‌لختی باز میمونن، یعنی قبلا باز شدن. خون با فشار از دهلیز به بطن میره. دریچه‌های سینی هم بسته میمانند. بچه‌ها این قیدایی که رنگ دادم خیلی مهمه. حالا شاید تو امتحان تشریحی اونقدر اهمیت نداشته باشن، ولی یه ذره هم تستی کار کنیم، اینا تو تست قوقا میکنن، خیلی مهمه. این رنگی که اینجا میبینید سفید برای قید آوردن به خاطر تستی بودنش. و بعد در حالت استراحته، ببین اف رو میبینی، نیروی فشار وارد شده به دهلیزها، توی حالت اینجا به بطنها وارد شده، حفرات پایین‌تر قلب. بچه‌ها تو انقباض بطنی که 0.3 ثانیه طول میکشه، دریچه‌های دولختی و سه‌لختی بسته میشن، پس صدای اول قلب ایجاد میشه. دریچه‌های سینی باز میشن که خون از قلب بره به سخرگ‌ها و خون با فشار بعد از قلب به سخرگ‌ها میره و دهلیز هم که داره حال میکنه، استراحت میکنه. بچه‌ها این میشه چرخه ضربان قلب با تمام جزئیات. اما از این مهمتر نوار قلبه. بریم ببینیم این نوار قلب. نوار قلب شسته رفته با نکاتش آوردیم. ببین نوار قلب شامل موج پی، کیو آر اس و تی میشه که من نکاتشو برای هر قسمت آوردم. نگاه کن، زمانی که اینجا هستیم ما، گره پیشاهنگ دستور انقباض رو صادر میکنه. توی حالت قله دهلیزها منقبض میشن، میگن همون تحریک دهلیز که از قبل شروع شده و اینجا دیگه کامل، و شروع فعالیت گره ضربان ساز رو ما اینجا میبینیم. یعنی توی این قسمت ما ببین نقاط مهم منو آوردم. توی حالت پی تحریک دهلیز ها شروع میشه و تا اینجا دهلیز ها منقبض میشن. بچه ها از اینجا تا اینجا این خط ها رو ببین، خط سفید، اینجا میشه انقباض دهلیزی، اینجا میشه انقباض بطنی، اینجا و اینجا میشن استراحت عمومی. اما توی انقباض دهلیزی بچه ها توی حالت موج بین پی تا کیو، گره پیشاهنگ داره پیامو میده به گره دوم یا همون دهلیزی بطنی. توی موج کیو تا آر پیام در دیواره بین دو بطنه یا همون تحریک بطن، و اینجا شروع فعالیت گره دهلیزی بطنی هم ما داریم. اما تو حالت آر تا اس ما چی رو میبینیم؟ دیگه انقباض بطن ها دیگه کامل داره انجام میشه. شنیده شدن صدای اول قلب، بیشترین خون موجود در بطن و کمترین خون موجود در دهلیز اینجاست تو قسمت آر. بچه‌ها توی اینجا هم حد اکثر فشار خون تو سخرگ آورت میبینیم. توی این قسمت بطن به طور کامل باید منقبض بشه
و در نهایت توی این حالت هم بطن و دهلیز به حالت استراحت میرن. صدای دوم قلبو میبینیم، بیشترین خون موجود در دهلیز و کمترین خون موجود در بطنم توی این خط سفیدی که اینجا دارید میبینید هست، یعنی یه ذره مونده به انتهای تی. بچه‌ها موج پی مربوط به انقباض دهلیز ها میشه، کیو آر اس بیشتر رو بطنه و تی هم که مربوط میشه به استراحت همه، استراحت عمومی، و انتهای تی دیگه همه میرن به استراحت. تا اینجا دوباره از اینجا یه گره دیگه و دوباره یه چرخه ضربان قلب دیگه شروع میشه. ببین چرخه ضربان قلب هی انجام میشه در بدن ما. ببین ضربان قلب هی داره 0.8 ثانیه هی داره انجام میشه. حالا البته فرق میکنه، طرف بدو ورزش کنه این 0.8 تفاوت ایجاد میکنه، کم و زیاد میشه، حالت خواب فرق میکنه، ولی به طور کلی 0.8 ثانیه هست. زمان انجام شدنش ممکنه طولانی تر و کوتاه تر بشه. بچه ها اینا رو که آوردم خیلی مهمه، مطالعه بکنید، توضیحاتش رو دادم. بچه یه نکته بگم لذت ببرید، این نوار قلبی که اینجا آوردم هم به تشریح تیم کمک میکنه، تشریحی، و هم به تست. یعنی زیست شناسی اصلا کلا اینجوریه، شما تستی یاد بگیری تشریحی هم یاد گرفتی، تشریحی یاد بگیری به تستت هم کمک میکنه. یعنی الان این نوار قلبی که اینجا دارید میبینید هم به تستتون کمک میکنه هم به حالت تشریحی. من توی توربوجت که تستی بررسی میکردیم و پکیج کامل بود، دقیقا همین آورده بودم برای بررسی نوار قلب. یعنی اینقدر اهمیت داره که من تو فایل تشریحی و ویدیویی که برای شب امتحانم هست اینو آوردم. بچه ها به قطع و یقین از نوار قلب و از قلب بهتون سوال میدن تو امتحان و مهمه. خب این از این، بریم یه انیمیشن ببینیم. آقا قلب و نگاه، این قلب ما. بچه ها رگ هایی که دور اطرافش هم که مهمه دیگه، سرخ رگ و سیاه رگ ها هستن که اینا کمک میکنن که قلب فعالیت خودش رو انجام بده و پر از خون بشه. این از قلب انسان. اما ساختار قلب، بافت قلب، دریچه های قلب این شکلی هست. نگاه کن بچه ها، داره اشاره میکنه، معرفی میکنه. این قسمت میشه دهلیز راست، این میشه دهلیز چپ، بطن راست، بطن چپ، بیا بطن چپ. بچه ها دریچه‌ای که به اشاره کرده دریچه سلختیه، بین دهلیز و بطن قرار داره و بهش میگن دریچه سلختی. دریچه دو لختی یا میترال بین دهلیز، ببخشید، بین دهلیز و بطن راسته. دریچه دو لختی بین دهلیز و بطن چپه. دریچه های سینی آورتی و سینی ششی هم داریم میبینیم بچه ها. این سینی آورتیه، این سینی ششیه. ببین خون تیره، خون روشن، خون تیره، خون روشن، تموم شد. خب اینم از این، دقیقا همین. چه جالب شکل کتاب ها، دیدید با انیمیشن چقدر سینک بود. این شکل کتابه که معرفی ها رو انجام داده، دقیقا اینش رو من تو انیمیشن بهتون گفتم. بریم یه انیمیشن اصلا ول کن، نمیخوام تعریف کنم ازش، فقط نگاه کن ببین قلب رو چجوری نشون داده. بهترین انیمیشن قلب با کیفیت های انیمیشن قلب موجود در تمام جهان این انیمیشنه. فقط نگاه کن ببین قلب رو چجوری نشون داده. بچه ها رگ‌های قلب، خود قلب، ساختارهای ماهیچه رو ببین. این ماهیچه قلب ها، میگفتم میوکارد. بچه ها دریچه ها رو داریم میبینیم، دریچه های سینی، دریچه های دولختی، سلختی، اینا همه دریچه های قلب هست که داریم با این وضوح میبینیم. بچه ها داخل بطن رو داریم میبینیم. این زرد رنگایی که میبینید بچه ها همون شبکه هادیه. چهار تا دریچه رو داریم همزمان میبینیم، سلختی، دولختی، سینی آورتی و سینی ششی. این هم از قلب انسان. خب بچه ها این شکل کتاب فوق المهم در مورد چرخه ضربان قلب داره میگه. استراحت عمومی آورده 0.4 ثانیه، انقباض دهلیزی 0.1 ثانیه. اون نکاتی که من آوردم به 3 قسمت تقسیم شده بود دقیقا همون نکاتیه که شکل کتاب به ما میخواد بگه
ولی شک که زبون نداره تو خودش گذاشته، ما باید نکاتو در بیاریم و یادداشت بکنیم که من براتون گذاشتم، دیگه نیاز نیست یادداشت کنید. فقط نکته مهمی که هست بچه‌ها، نوار قلب در کتاب شما مثل قدیم بررسی نشده، مثل چاپای قدیم، پس احتمالش کمه که بخوان بیان موشکافانه از قسمت‌های مختلفش بدن. حالا اگر معلمی خیلی بخواد دیگه به اصطلاح مته به خشخاش بذاره میتونه بده، که من دیگه براتون آوردم که دیگه از هر جهت خیالتون راحت باشه. اگه معلمی پیدا شد که نوار قلبو عیناً داد، ازش سوال پرسید، اومد روش علامت گذاشت، بازم هیچ اشکالی براتون پیش نیاد. آقا بازم انیمیشن، اصلا کار ما شد انیمیشن. بریم ببینیم، ببین همچنان داریم قلب و ششها رو با هم میبینیم در کنار هم. شش راست، شش چپ، قلبی هم که در حال انقباضه. بچه ها یه ذره اینو بکنیم، میخوایم لایه های قلب رو ببینیم، همین لایه هایی که بررسی کردیم، اینجا میخوایم به صورت کاملا دقیق ببینیم قلب رو. ببین دهلیز و بد، دهلیز ها و بد ها، اینا رو ازم جدا کنیم. ببین لایه های قلب همینه، لایه درون شامه، ماهیچه قلب و برونشامه، سه لایه اصلی قلب که از همه زخیمتر کیه؟ این ماهیچه قلبه، میوکارد. بچه گره ها رو هم میبینید، این هم دهلیز و بعد هاست که جدا شدن. بچه این دوتا گره همین گره های دستگاه عصبی، همون دستگاه عصبی که نگیم، میگیم شبکه هادی، شبکه هادی گره داشتی که دوتا. بچه دریچه سلختی، چرا بهش میگن سلختی؟ چون سه تا قطعه داره، میبینی سه بخشه. دریچه دولختی، چرا بهش میگن دولختی؟ چون دو بخشه. اینم از این. و دریچه های سینی هم که اینجا داریم میبینیم، این دوتا جا میشه دریچه سینی. اینم رشته های بچه ها بین گرهیه که پیام انقباض رو ارسال میکنه. اینم نکات مختلفشه. بچه ها الان میخواییم قلب رو با انقباض ببینیم. نگاه کن دریچه ها دارن باز و بسته میشن، همین باز و بسته شدن دریچه دولختی سلختی بسته شدنشون باعث صدای اول قلب میشه که توضیحشو دادیم. بچه ها این سخرگ آورته، این بالایی که میبینید سخرگ آورته، بزرگ سیارک ها رو داره نشون میده، بزرگ سیارک زبرین و زیرین و سخرگ و سیارک ششی، که اینا همه شون رگ هایی هن که با قلب در ارتباط هن. میبینید بچه ها خب این هم از این. اما نوار قلب رو ببینیم آقا، موج پی، کیو آر اس و تی اینجا داره نشون میده که حالا هر کدوم یه سری ساختارها داره که من اینجا روش توضیح دادم. فقط نمیخوام بهتون بگم نوار قلب اگه بخوام من دستبندیش بکنم، بچه این مهمه. ببین من میام وسط پی یه خط میکشم، آر یه خط میکشم و نزدیکای انتهای تی هم یه خط میکشم. از اینجا تا اینجا میشه انقباض دهلیزی، از اینجا تا اینجا میشه انقباض بطنی، از اینجا تا اینجا هم که بعدی از یعنی ضربان قلب بعدی میشه نوار قلب بعدی، میشه استراحت عمومی. این هم از این. خب حالا از گفتار یک بیایم کنار، بریم گفتار دو. ببین رگ‌های خونی ما، سخرک‌ها و سیارک‌ها، دیوارشون چیا داره؟ سخرک‌ها لایه داخلیشون پوششی سیفرشی ساده است، لایه میانیشون ماهیچه‌ای و پیوندیه، لایه خارجی فقط بافت پیوندی. زخامت لایه ماهیچه‌ای و پیوندی تو سخرک‌ها نسبت به سیارک‌ها خیلی بیشتره. اصلا کلا سخرک‌ها زخامت بیشتری دارن از لحاظ لایه ماهیچه‌ای و پیوندی. سیارک‌ها تقریبا شبیه سخرک‌ها، ولی دریچه لانه کبوتری داره، اونم نه همشون، بعضی از سیارک‌ها، که کمک می‌کنه جریان خون رو یه طرفه کنه. مویرک‌ها کوچکترین رگ‌های بدنن، اصلا هیچی ندارن، فقط بافت پوششی سنگفرشی دارن. بعضی‌هاشون تازه، اونم خیلی نه، بعضی‌هاشون حلقه ماهیچه‌ای دارن. بچه‌ها اینجا اگه سخرک باشه، اینجا سیارک، بینشون مویرک، این میشه رگ‌های ما، به همین سادگی.
این هم شکلی کتابتون هست بچه ها. سخرک ها، سخرک های بزرگ، سخرک های کوچیک، مویرک ها، سیاهرگ کوچیک، سیاهرگ های بزرگ و بافتایی که اینجا ما میبینیم. بچه ها نکته آوردم، سخرک کوچیک به نسبت سخرک بزرگ رشته های کیسانش کمتره، بافت مایچهش بیشتره، پس یعنی انتافذیری کمی داره. حواستون باشه ما یه سخرک کوچیک داریم، یه سخرک بزرگ، اینا با هم اشتباه گرفته نش. اما بحث فشار خون مطرحه. آقا فشار خون دو مدل، یا فشار خون بیشینه است یا کمینه. فشار بیشینه فشاریه که خونی که خارج میشه از بطن به دیواره سخرک وارد میکنه، کی؟ تو هنگام انقباض بطنی. اما فشار کمینه فشاریه که دیواره سخرک در هنگام استراحت عمومی به خون وارد میکنه. معمولا فشار خون رو با چند عدد نشون میدن؟ دو عدد، 120 رو 90، 12 رو 8. بچه ها این 12 یعنی بیشینه، کمینه یعنی همون 8 که اینجا مطرح شد. اما تبادل مواد در مویرک ها، نگاه کن، ما مویرک ها رو داریم، از طریق سخرک های کوچیک خون در اثر فشار انقباض بطن یا همون فشار خون، خون میره وارد مویرک ها میشه. حالا خون از مویرک ها خارج باید بشه به سلول های بدن ما برسه. در اثر فشار خون مواد از مویرک ها خارج و به سلول ها میرسه. حالا مواد دفعی، یه سری از مواد باید برگردن دوباره به مویرک. کی اینا رو برمیگردونه؟ خودشون. در اثر چی؟ در اثر فشار اسمزی. فشار خون با فشار اسمزی فرق میکنه. فشار اسمزی رو کی ایجاد میکنه؟ پروتئین های خون مثل آلبومین ها. در نهایت مواد برمیگردن و میرن به سیارک های کوچیک میپیوندن، دوباره برمیگردن به قلب. اما نکته بسیار مهمی که اینجا هست، ما یه دستگاه دیگه هم داریم تحت عنوان دستگاه لنفی. دستگاه لنفی کار اصلیش اینه، ببین مگه من نگفتم مواد از مویرک خارج میشن میرن به سلول میرسن و یه سری هم برمیگردن؟ حالا اگر اون یه سری ها نتونستن برگردن دوباره به رگ، بعد چی بشه؟ اینا بعد از بین برن؟ نه، اینا وارد دستگاه لنفی میشن. دستگاه لنفی اینا رو میگیره، تصفیهشون میکنه، دوباره به خون برمیگردونه. این میشه وظیفه اصلیش. اما وظیفه فرعی هم داره. یک اینه که بیاد با میکروب ها و سلول سرطانی مبارزه کنه به واسطه گلبول های سفیدی که داره، و دو جذب چربی ها. آقا چربی ها که میخواستن در بدن انسان جذب بشن، جذب رگ های لنفی میشدن، جذب خون نمیشدن. بچه ها داخل رگ های لنفی هم ما لنف داریم دیگه، قبلا گفتیم دیگه، لنف و خون. و داخل رگ های لنفی دیگه خون ما نداریم. اینجا تمام این قسمت ها رو آوردم. درون لنف گلبول قرمز وجود نداره، گلبول سفید ولی هست. این هم دستگاه لنفی ما. ببین گره های لنفی، رگ های لنفی پر از گلبول های سفیده که مبارزه میکنه با میکروب ها و سلول های سرطان. خب این هم دستگاه لنفی ما. اما یه چیز قشنگ تر ببینیم، ببین گره های لنفی، ببین دستگاه لنفی در همه جای بدن قابل مشاهده است. در حالا نگیم همه جا، در قالب قسمت های بدن دیده میشه. ببین از کجا تا کجا هست دستگاه لنفی. بچه ها اندام هم داره، مثل تیروید و بحث اینجا اندامهاش آورده، لوزه ها و تیموس و تحال و آپاندیس و اینا رو بگم. لوزه، تیموس، تحال، آپاندیس، مغز و استخوان، این پنجتا میشن اندام های لنفی. تیروید نیست. پس یه بار دیگه میگم، لوزه ها، تیموس، تحال، آپاندیس، مغز و استخوان، این پنجتا میشن اندام های لنفی. بچه ها رگ های لنفی رو میبینید؟ اینا رگ های لنفی هن. این دوندونا رو میبینید؟ اینا گره های لنفی هن. ببین گره های لنفی و مجاری لنفی هم که دیگه داریم دیگه. خب این هم از دستگاه لنفی بدن انسان. میبینید بچه ها این الان چیه؟ این الان به اصطلاح تیموس هست. این چیه؟ تحاله. مغز و استخوان هم داریم. آها توی دستگاه لنفی بچه ها میبینید گلبول های سفید هم دیده میشه که اینجا کامل براتون بررسی کردیم. خب بریم جلو. آقا خون شامل چه بخشاییه؟ بریم گفتار 3. خون انسان شامل دو بخشه، البته بعد بذاریم توی شیشه تو دستگاه سانتریفیوژ بگرده، دو بخشش از هم جدا بشه. بخش بالاییش میشه پلاسما، بخش پایینیش میشه خون. بخش بالایی 55% خون رو تشکیل میده، یعنی اون پلاسما. بخش پایین که میشه سلول ها 45%. بچه این بخش پایینی شامل گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت ها میشه. حالا پلاسما میتونه کم و زیاد بشه، سلول ها میتونه کم و زیاد بشن. بچه این سلول ها تا 50% هم میتونن برن، ولی اگه بیشتر بشه باعث غلظت خون میشه.
که این بده. داخل پلاسما خب چی داریم؟ آقا پلاسما 90% از آبه که داخل این آب مواد غذایی هست، مثل کربوهیدرات ها و آمین اسید ها، مواد دفعی دیده میشه بچه ها، مثل اوره، مثل کربون دی اکسید، مثل لاکتیک اسید، همه چی دیگه، هر چی که فکر کنید. سدیم رو ما داریم، پتاسیم رو داریم، انواع مدل از یون داریم، پروتئین ها رو داریم، آلبومین ها که باعث حفظ فشار اسمزی میشن، در انتقال داروها مثل پنیسیلین نقش دارن، فیبرینوژن ها که سبب انعقاد خون میشن، گلوبین ها، هموگلوبین ها، تنظیم پی اچ، گلوبولین ها باعث دفاع میشن. همه اینا بچا توی پلاسماست. اینجا نگاه کن آوردم، خون خودش نوعی بافت پیوندیه که دو بخش داره، پلاسما و سلول ها. پلاسما 55% رو شامل میشه، بیش از 90% از آب و انواعی از مواد در اون حل شدن. یاخته های خونی شامل گلبول های قرمز، گلبول های سفید و پلاکت ها میشه که این به ما کمک میکنه که تشخیصشون بدیم. خب اصلا گلبولای سفید، گلبولای قرمز و پلاکت بچه چجوری ایجاد میشه؟ ببین ما در مغز و استخوانمون یک سلسله بنیادی داریم که اینا تقسیم میشن به بنیادی های میلویدی و لنفویدی. میلویدی ها برای ما انواعی از گلبول ها رو ایجاد میکنن، مثل گلبولای سفید و گلبول قرمزی که نابالغه و دی ان ای داره، هسته داره، اندامک داره. این زمانی بالغ میشه که هسته و اندامکش از دست بده و پر از هموگلوبین بشه. از اون مهمتر، میلویدیا میتونن برای ما مگاکاریوسید به وجود بیارن که مگاکاریوسیدها در نهایت پلاکت ایجاد میکنن که در خونریزی نقش دارن. یاخت‌های بنیادی لنفویدی هم سبب ایجاد لنفوسیدهای تی و بی میشن. بریم دونه دونه بررسی کنیم. ببین سلول بنیادی تقسیم که بشه میشه میلویدیا و لنفویدی. میلویدیا که تقسیم بشن میشن گلبول قرمز نابالغ که این دیگه تقسیم نمیشه بچه، این تمایز پیدا میکنه و میشه گلبول قرمز بالغ که دیگه هسته و اندامکی نداره. دیگه میتونه این تقسیم بشه، تبدیل بشه به مگاکاریوسید، بعد این بشه پلاکت، بعد میتونه انواعی از گلبولای سفید رو ایجاد بکنه. بچه‌ها بنیادیای لنفویدی هم که تقسیم بشن لنفوسیت تی و لنفوسیت بی رو برای ما ایجاد میکنن. خب آقا گلبول قرمز چیه؟ از چی تشکیل شده؟ ببین گلبول قرمز، گلبول قرمزی که ما داریم خیلی جالبه، از بخش هایی تشکیل شده در حالی که بالغ. یه بخشی که داره یک آنزیمیه تحت عنوان آنزیم انیراز کربونیک که تو حمل گلبول قرمز، تو حمل کربون دی اکسید خیلی نقش داشت. هموگلوبین ما داریم بچه‌ها، پر از هموگلوبینه، پر از هر چیزی هم که اینجا دارید می‌بینید تو قشای گلبول قرمز، توی گلبول قرمز نیست. بچه‌ها گلبول قرمز 120 روز عمر می‌کنه، یعنی مرگش 120 روزه است. محل مرگش کبد و تحاله. محل تولیدش تو بدن یک فرد بالغ مغز و استخوان و تو بدن جنین هم کبد و تحاله. اما تو بدن یک فرد بالغ محل مرگ گلبول قرمز میشه تحال و کبد. 1% از گلبول قرمز بچه ها روزانه تخریب میشه. بریم سراغ گلبول های سفید. گلبول های سفید برخلاف گلبول های قرمز هسته و اندامک و اینا دارن. مثلا یه نمونه از گلبول های سفید نوتروفیله بچه ها، هستش چند قسمتیه، دانه هاش هم دونه ها اینا هست بچه ها، میبینی اینا دونه هاست، من اینو بردارم، اینا میشن دونه ها. ببین دونه های روشن ریز داره. ایوزینوفیل یه گلبول سفید دیگه است. اسم ببین گلبول های سفید انواع مختلفی دارن. ایوزینوفیل یک هسته دو قسمتی دمبلی شکل داره، دونه هاش هم روشن درشت. بازوفیل یه هسته دو قسمتی روی هم افتاده داره و دانه هاش تیره درشته. مونوسیت بچه ها یه هسته لوبیای شکل داره، دونه نداره و سبب ایجاد ماکروفاژ میشه یا همون درشخوار. لنفوسیت ها هم که دیگه یک هسته گرد و بدون دانه که دو مدلن، تی و بی. بچه ها در میان گلبول های سفید فقط لنفوسیت ها میتونن تقسیم بشه، اینم مهمه. بریم سراغ پلاکت ها. ببین پلاکت ها خیلی ریزن، خیلی خیلی ریزن و از گلبول های قرمز و سفید کوچیکترن، هسته ندارن و پر از دانه هن. گلبول های سفید باعث دفاع از بدن میشه. گلبول های قرمز کار اصلیشون انتقال گازهای تنفسی. و اما پلاکت ها توی خونریزی های شدید و خونریزی های جزئی نقش دارن. زمانی که بدن دچار خونریزی های شدید بشه، بافتا و پلاکت های آسیب دیده از خودشون آنزیمی ترشح میکنن به نام آنزیم پروترومبیناز غیر فعال. یه فاکتوری است به نام فاکتور انعقادی شماره 8 میاد ایشونو فعال میکنه.
آنزیم پروترومبیناز که فعال شد میاد به واسطه یون کلسیم پروترومبین غیر فعال رو میکنه ترومبین فعال که ویتامین K هم اینجا نقش داره. ترومبین فعال میره فیبرینوژن غیر فعال رو میکنه فیبرین فعال و بعدش فیبرین میره سلولهای خونی و پلاکت ها رو به دام میندازه و تشکیل لخته میده. آقا لخته یعنی چی؟ لخته یعنی همین گلبول قرمز و پلاکت در کنار فیبرین قرار بگیرن و جلوگیری میکنن از ادامه خونریزی و خونریزی رو بند میارن. به این میگن نقش پلاکتی. به این هم که لخته گفته میشد. بچه ها ببینیم تشکیل لخته رو ببینیم. نها کن میبینیم بچه ها گلبول های قرمز پلاکت ها گلبول های سفید دوره هم جمع شدن. میبینی یه توده تشکیل شده انگار یه تور ماهیگیری اینا رو به هم چسبونده. به این میگن لخته. تشکیل لخته به واسطه رشته های پروتئینی فیبرین. کی این کار رو کرد؟ کی این کار رو شروع کرد؟ پلاکت. بچه ها میبینید پلاکت ها گلبول های قرمز و رشته های پروتئینی فیبرین ها در تشکیل لخته نقش دارن. میبینید بچه ها این دقیقا شکلی که ما براتون آوردیم. بریم جلو نکات پلاکت ها رو اینجا آوردم. آقا پلاکت ها قطعات بیرنگ بدون هسته و پر از نانه که در اون خودشون ترکیبات فعال زیادی دارن. بچه ها این نمودارها رو بازم تاکید میکنم دلیل آوردن نمودارها این بود که شما بشینید اینا رو بخونید برید لذتشو ببرید. شب امتحان یعنی چی؟ یعنی یه سری نکات رو بخون برو امتحان بهترین نمره رو بگیر. البته پیشنهاد میکنم اونهایی که میخوان یه ذره محکم کاری انجام بدن این نکاتو یه بار و دو بار مرور بکنن. یعنی یه باره نباشه، یعنی هر چقدر بیشتر مرور بکنید به نفعتونه. بچه ها کتاب درسی هم فراموش نشه، کتاب درسی هم مهمه. این اصلا خیلی راحته. ببین شما 5-6 ساعت میشینی ویدیوها رو میبینی، نکات هم که در کنارت هست، در کنار کتاب درسی یه روز وقت بذاری تمومه. کل زیست شناسی تو یک روز و نیم تموم. معمولا دو روزم دو سه روز بعد به اصطلاح فرجه بدم بین امتحان زیست و امتحان قبلی که شما برسید این درس رو بخونید. آقا پلاکت ها اندازه شون از سلولای خونی پایین تره و در مغز استخوان قطعاتی ازش کنده میشه از مگاکاریوسیت و تبدیل میشه به پلاکت. ببین پلاکت ها از هدر رفتن خون جلوگیری میکنن به دو طریق. خونریزی اگر کوچیک باشه دیواره رگ‌ها آسیب جزئی میبینن دور هم جمع میشن و درپوش ایجاد میکنن پلاکت ها که بهش میگن درپوش پلاکتی. اما اگر خونریزی شدید باشه میرن اون کاری که گفتیم میکنن و برای ما لخته رو ایجاد میکنن. ببینیم آقا نا کن بچه پر از گلبول ها در خون داریم میبینیم. اما پلاکت ها اینجا چی کارن؟ پلاکت ها کار اصلی انجام میدن، میرن لخته ایجاد میکنن که جلوگیری میکنن از خونریزی. بچه ها داریم انواعی از قسمت های دستگاه گردش خون رو میبینیم. قلب رو دیدیم، داخل رگ ها هستیم، داریم گلبول قرمز رو میبینیم، گلبول های سفید سفید رنگن و پلاکت ها. بچه اینا پلاکت ها، اینا گلبول های سفید هن. خب اینم از این یه انیمیشن دیگه ببینیم. بچه ها نگاه خون رو که سانتریفیوژ کردیم دو بخش داره، پلاسما و سلول ها. پلاسما بالاتر قرار میگیره، سبکتره و مقدارش هم بیشتره. ببین 55% پلاسما، 45% که بیشتر پلاسما هم از آب تشکیل شده. تو پلاسما ما نمک داریم، پاتن داریم، یون داریم، پروتئین داریم، همه چی داریم. این هم سلول های خونیه بچه ها که همین الان دیدیم گلبول قرمز، گلبول سفید و پلاکت ها که 45% حجم خون رو تشکیل میدن که اینجا داریم میبینیم. بچه ها اینا تو مغز و استخوان تولید میشن. استخوان یه مغزی داره داخلش که گلبولای خونی و پلاکت ها اونجا ایجاد میشه. این از این. ببین تشکیل لخته یعنی اینا بچه ها میبینی یه خراش ایجاد شده تو سطح بدن، اینا میان میپوشوننش، اینو حفاظت کنن، نمیذارن خون ازش خارج بشه. نگاه کنیم پلاکت ها رو ببین با رشته های پروتئینی فیبرین چیکار کردن. اینجا رو کم کم میپوشونن، اینجا دیگه صاف میشه و بعد یه مدت اون زخم هم چی میشه؟ خوب میشه. اینم باز
انواعی از ساختارها توی قلبه که ما اینجا داریم میبینیم. بچه ما انواعی از مدل‌های گروه خونی رو داریم که نوت 12 هم میخونید. گروه خونی A, B, A مثبت, B مثبت, O منفی, O مثبت, A, B مثبت, A, B منفی که اینا رو هم آوردم که بدونید اینا مربوط میشه به گلبول قرمز. انشالله 12. آقا دستگاه گردش مواد توی جانداران دیگه به جز انسان. ببین در چند سلولی ها یا پرسلولی ها دستگاه گردش مواد به این صورته. یا سامانه گردش آب رو ما میبینیم که تو اسفنج هاست، خیلی ساده است. یا حفره گوارشی رو میبینیم که تو دستگاه گوارش گفتم. یا سامانه گردش باز و سامانه گردش بسته رو میبینیم. الان میخوام سامانه گردش باز رو بگم. سامانه گردش باز به این صورته. ببین کسایی اینجوری هن مثل ملخ که همولنف دارن. بچه ها همولنف چیه؟ همولنف مثل خونه، شبیه خونه، ولی هم نقش خون رو داره، هم نقش لنف رو داره، هم نقش مایع بین سلولی. قلب ملخ و حشرات قلب دریچه داره و نکته که هست اینه بچه ها، همولنف میاد دیگه اینا مویرگ ندارن. بچه ها اونایی که سامانه قلب باز دارن مثل انسان مویرگ ندارن، همولنف مستقیما ریخته میشه رو کله سلول ها و در نهایت دوباره به قلب برگردونده میشه به همین سادگی. یعنی اینا مویرگ ندارن که تبادل مواد تو مویرگ داشته باشن، از اینجور مسائل نه. این میشه سامانه گردش باز که در حشرات اکسیژن و کربن دی اکسید توسط همولنف یادمونه هم نمیشدن، نایدیسی بود تنفسشون. ببین نگاه کن اونایی که سامانه قلب باز دارن این شکلیه. ببین قلبشون، دریچه شون و دو تا رگی که اینجا هست، سلول ها هم اینجان، همولنف مستقیما میاد و رو کله سلول میریزه. ببین دریچه ها باز شدن، میاد رو کله سلول، این میشه همولنف. ولی تو دستگاه گردش خون ما این شکلی نبود. بچه ها به سامانه گردش خونیه که تو ما هست نمیگن سامانه گردش خون باز، میگن گردش خون سامانه قلب باز، میگن سامانه قلب بسته. که نگاه کن قلب ما سرخ‌رگ، سیاه‌رگ و مویرگ. حالا اگر قرار باشه مواد و خون به ما برسه چجوری بود؟ از قلب به سرخ‌رگ، مویرگ و بعد به سلول‌ها، دوباره میرسید به سیاه‌رگ و به قلب برمیگشت. اما یه نکته اینجا من دوباره بگم، الان دوباره که نیست، جدیده. سامانه قلب باز در کیا دیده میشه؟ بچه ها در بند پایان و بیشتر نرمتنان. نرمتنانی مثل حلزون و بند پایانی که اینجا دارید میبینید، اینا توشون سامانه قلب بازه. مثلا ملخ، حشرات، عنکبوتیان، هزار پایان، صد پایان، دیگه این سخت پوستان، خرچنگ‌ها، اینا همشون سامانه قلب باز دارن. سامانه قلب بسته در کیا دیده میشه؟ سامانه قلب بسته بچه ها در مهرداران و بیمهرهی مثل کرم خاکی. سامانه قلب بسته یعنی قلب، سرخ‌رگ، سیاه‌رگ، مویرگ، این میشه سامانه قلب بسته. اما سامانه باز اصلا مویرگی توش وجود نداره و خونی هم نداره، به جاش همولنف داره. بچه ها مهرداران مثل کی؟ مثل ماهی ها. ماهیش کو؟ مثل ماهیش هم بیاد. ماهی ها، دوزیستان، خزنده، پرنده و پستاندار، اینا سامانه قلبشون سامانه قلب بسته است. و بیمهره‌ای مثل کرم خاکی هم یک استثناءه، با اینکه بیمهره است ولی سامانه قلب بسته داره. بچه این نکته هم بهتون بگم، اصلا یه سری موجودات هستند که اصلا قلب ندارن. ببین سامانه قلب باز و بسته فقط قلب توشون هستا، مثلا اسفنج که گردش آب داشت، یا هیدر، یا هر کی که حفره گوارشی داره، اینا اصلا قلبی ندارن، یا تک سلولی اصلا قلبی ندارن. این مهمه بچه‌ها. خود گردش خون بسته هم دو مدله، گردش خون ساده، گردش خون مضاعف. یعنی چی ساده و مضاعف؟ تو گردش خون ساده خون یک بار از قلب میگذره. در ماهی ها و نوزاد دوزیستان ما اینو میبینیم. بچه ها یه دهلیز و یه بطن داره، قلبشون دو دهلیز و دو بطنی نیست، دو حفره‌ای، چهار حفره‌ای نیست، فقط یه دهلیز داره، فقط یه بطن داره. بچه ها گردش مضاعف دو مدل داریم، سه حفره‌ای و چهار حفره‌ای. مثلا دوزیستان گردش خونشون سه حفره‌ایه، یعنی قلبشون سه حفره‌ایه. یعنی چی؟ یعنی دو دهلیز و یه بطن دارن، در حالی که ما انسان ها، پرنده ها و بسیاری از خزندگان، یا حالا بگیم بعضی از خزندگان، گردش خونمون مضاعف چهار حفره‌ایه، یعنی دو دهلیز و دو بطن داریم، در حالی که ماهی یه دهلیز و یه بطن داره. حالا بریم ماهیو ببین، نگاه کن، این میشه گردش خون ساده، این میشه گردش خون مضاعف که با هم متفاوتن.
در گردش خون ساده در ماهی ها و نوزاد دوزیستان دیده میشه. خون ضمن یک بار گردش در بدن یک بار هم از قلب میگذره. قلبشون دو حفره‌ایه، یه دهلیز و یه بطن دارن. مزیتش هم که آوردم، گردش مضاعف در دوزیستان بالغ و سایر مهرداران دیده میشه که در دوزیستان 3 حفره‌ایه، در سایر مهرداران 4 حفره‌ایه، که گفتیم بعضی از خزندگان هم هستن که گردش خونشون ممکنه قلبشون 3 حفره‌ای باشه. بچه ها شکلهای کتاب مهمن، مخصوصا این شکلی که در مورد ملخ آورده. گردش خون ماهی بسیار مهمه، بچه ها ترتیبش مهمه. خون تیره از مویرک های عمومی بدن توی ماهی میاد وارد سیاهرگ شکمی میشه. ببین سیاهرگ شکمی، سیاهرگ شکمی خونو میده به دهلیز، دهلیز هم خونو میده به بطن. البته قبل از دهلیز ما سینوس سیاهرگی هم داریم، بعد از بطن ما مخروط سخرگی داریم، بعد خون به سخرگ شکمی ارسال میشه، در نهایت سخرگ شکمی هم میره وارد مویرک های آبشوشی میشد، بچه ها خون روشن میشد. حالا سخرگ پشتی خون روشن رو خارج میکنه و به تمام سلولای بدن میرسونه. دوباره خون تیره به همین صورت برمیگرده و این میشه گردش خون ماهی که قلبش دو حفره‌ایه، یه دهلیز داره. بچه ها میبینی یه دهلیز و یه بطن، دیگه بطن چپ و راست نداره، دهلیز چپ و راست نداره. خب انیمیشن ببینیم در مورد قلب. ببین قلب چهار حفره یعنی اینا، دو دهلیز و دو بطن. بچه ها میگم قلب چهار حفره‌ای تو انسان یعنی این. حالا ماهی از اینا دوتاشو نداره، به جاش یه دهلیز و یه بطن داره. یا مثلا قورباغه دوزیست دیگه، دو دهلیز و یه بطن داره، میشه سه حفره. اینا معرفی داره میکنه بچه ها بخشای مختلف قلبو. بطنا رو داره میگه بچه ها، بطن چپ خون روشن داره، بطن راست خون تیره داره. این آبی یعنی تیره، قرمز یعنی روشن. بچه ها میبینید ضربان قلب، چرخش، دوره قلبی، همش یعنی این انقباض دهلیز، انقباض بطن و استراحت عمومی. البته استراحت عمومی اوله و بدون 0.4 ثانیه هم طول میکشه. بچه ها دریچه ها رو دارید میبینید، دریچه این الان دو لختیه چون خون روشن دریافت میکنه، این سه لختیه و اینا هم دریچه های سینی هست. این هم سخرگ آورته که سه شاخه میشه، میبینید یه شاخش بزرگتره. اینم از این تموم شد. فصل 14 به اتمام رسید، یه فصل سخت ولی شیرین و مهم در امتحانات. باز هم یک استراحت کوتاه و برسیم سراغ فصل کلیه. نماس این کار زاده شدم من، این بار آماده شدم. نماس این کار